خب حالا بریم سراغ فیلمایی که بیشتر تونستن نظرت رو جلب بکنن تو این موردا. بله. فیلم خانم آبیا رو فیلم بهرام توکلی هم بودش. بله. خب ما روز اول دقیقاً کارآقای توکلی رو دیدیم. من بعد از تجربه شون من از زمان پرسه درمه دقیقاً واقعا نوع حالا من از زمان پا برهنه تا بهش آره واقعا ولی چیز البته پرس درز من اولشون بود نه اون پا برهنه اولی بودش هم سیدی دیده شد و بله. یه مقدار چیز سر بود پرس درز که لیلا حاتمی بود و آقای شهاب حسینی. از همون زمان من نمیدونم به هر حال آدم یهو با یک فیلمی ارتباط برقرار میکنه و منتظره که ببینه که اون سینماگر چه فیلمهای بعدیش چه میکنه و واقعا دنبال کردم و همیشه جز یکی دو مورد ولی همیشه توقعم برآورده میشد مخصوصا در این چند تا کار پایانی، یعنی مثلا بعد تنگه یعقوب‌ورایی دیگه خیالم راحت شد که خب تو همه ژانرها دیگه درست. میشه به آقای توکلی اطمینان داشت و بعد با تختی که به نظر مورد تایید بود برای اینکه واقعا ما یه کارگردانی داریم که کارش رو توی ژانرهای مختلف بلده و از پس این کار برمیاد، چه پروژه تختی باشه که دوبار به هر حال نیمه کار آره متوقف میشه نرسته. اما الان به نظرم واقعا یک سرانجام خوب و قابل قبولی داره، چه کار دفاع مقدس باشه چه کارهای دیگه. من خیلی علارغم اینکه خیلی نقدهای عجیبی خوندم و دیدم متفاوت بوده نظرات خیلی در مورد آره. خب میدونی مجده جان این نکته هم وجود داره، من فکر میکنم بجز اینکه بهرام توکلی همیشه کارش اینجوریه واکنش برانگیزه هم در جهت مثبت هم منفی، خود نفس رفتن سراغ ساختن یک فیلم سینمایی بله. از روی اسطوره بله. های حالا ما چند تا مثل آقای تختی داریم دقیقا. و این جسارت رو کردم وارد گود شدن، این همراه با خودش این واکنش ها رو میاره و خب اجتناب ناپذیره واقعا به نظر. بله و اتفاقا اون وقت باید به جسارتشون هم تبریک گفت، یعنی این که تو به هر حال میری سراغ یک همچین موضوعی که خیلی ها ممکنه که اصلا میگن حالا سختی هایی داره و از کنار ساده بگذرن، اون میره و من که میگم من به نظرم کارگردانی حالا قاب بندی ها طراحی صحنه و لباس فوق العاده درخشان، یعنی مطمئنم کاندیدا حتما میشن، حالا سیمرغ رو نمیدونم ولی خیلی درخشانه طراحی صحنه لباس به نظرم واقعا یکی از نقاط قوت کاره و این فضای بازسازی خیلی من همیشه میگم که آقای مهدویان متخصص بازسازیه، یعنی خیلی واقعا درست. عجیب بازسازی میکنه تو این کار دیدم نه واقعا خیلی بله آقای توکلی یعنی شما هم. اون سکانس فینال المپیک ملبورن بله. شاهکاره واقعا بله. به نظرم نداریم واقعا یه همچین سکانسی که انقدر شبیه، انقدر درست و انقدر باشکوه. من بسیار روش، یعنی روز اول خدا رو شکر خیلی با حال خوب رفتم خونه به خاطر اینکه تختی رو دیدم و بعدش هم فیلم خانم آبیار فکر کنم خیلی نظرت جلب. یک دو روز بعدی با کمال احترامی که برای آقای پوراحمد قائلم و خیلی دوستشون دارم و خیلی خاطرات خوش، حتی شب یلدا اتوبوس بله، شب یعنی اصلا میخوام بگم یعنی حتی از خواهران غریب هم که بگذریم بله. بیایم باز جدیدتر، ولی خب خیلی یعنی قصه خوردم واسه تیخ و ترمه بله. قصه خوردم متاسفانه آره. یکی دو تا باز فیلم معمولیه مثلا بنفشه آفریقایی، نمیدونم به لحاظ احساسی و عاطفی به نظرم یک فیلم معمولیه که میتونه مخاطبش درگیر کنه، اصلا کاری به نگاه تخصصی نداره، اما این قصه بله قصه ایه که خیلی به لحاظ حالا نقاط عاطفی که داره میتونه همراه بکنه. بعد دیگه همینطوری کارهای معمولی قصر شیر رو متاسفانه نرسیدم ببینم که میگفتن خیلی خوب بوده بله. و یه حامد بهداد درخشان داره آره.